با نام خدا و با عرض سلام به خبر و شش خوش آمدید. این بود چهارشنبه هفتم ماه قوس سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. اعلام طرح صلح برای گفتگو با طالبان در نشست ژنو و سوی رئیس جمهور غنی. ما همچنان یک برد مشورتی صلح را تشکیل دادیم تا با آغاز گفتگوهای صلح وارد این گفتگوها شود. تاکید مشاور امنیتی ملی پیشین بر حفظ ارزش‌ها در گفتگوهای صلح با طالبان. با گوش باز مبتنی بر ارزش‌هایی که داریم و بر بنیاد منافع ملی خود از برگشت طالبان به نظام و از صلح دائمی پایدار و عادلانه استقبال می کنیم. گشت گذار آزادانه بیشتر از 7000 تنی که لوئیس فرمله حکم بازداشتانان را صادر کرده است. تفاوت قائل شدن بین کسایی که هنوز در پشت میله‌های زندان است و کسایی که امکان آزاد می‌گردند می‌تواند باشد. ادعاها درباره جان باختن نزدیک به 30 غیر نظامی در یک حمله هوایی در بالات هلمند. و آغاز کار ساخت یک دهلیز مسافرتی میان هند و پاکستان. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای ساعت. رئیس جمهور غنی برنامه صلح را در نشست ژنو همگانی ساخت. رئیس جمهور غنی در سخنرانی در نشست ژنو درباره افغانستان اعلام کرد که حکومت یک هیئت 12 نفری صلح و یک برد مشورتی 9 کمیته صلح را در رایزنی با احزاب و جریان‌های سیاسی و نمایندگان لایه‌های گوناگون مردم تشکیل داده است. آقای غنی تاکید می‌ورزد که عمل شدن طرح صلح که برگشت 4 میلیون مهاجر بخش از آن است کم از کم 5 سال را در بر خواهد گرفت. در همین حال عبدالله تاکید می‌ورزد که شرکت کنندگان نشست ژنو موافق هستند که دستاوردهای بیشتر از 1.5 دهه گذشته در افغانستان در گفتگوهای صلح قربانی نشوند. پرویز شمال در این باره گزارش فرستاده است. رهبران حکومت افغانستان برای نمایندگان بیش از 60 کشور و 35 سازمان جهانی در اینجا در شهر ژنو برنامه‌هایشان را برای صلح و توسعه مطرح ساختند. رئیس جمهور غنی در بخشی از سخنانش درباره صلح میگوید که حکومت یک هیئت 12 نفری صلح را به رهبری عبدالسلام رحیمی رئیس دفترش مشخص کرده است و نیز یک هیئت مشورتی صلح را که 9 کمیته خواهد داشت ایجاد کرده است. ما همچنان یک برد مشورتی صلح را تشکیل دادیم تا با آغاز گفتگوهای صلح وارد این گفتگوها شود. برد مشورتی شامل 9 کمیته متفاوت از نمایندگان جامعه امروزی افغانستان هستند. کمیته رهبران سیاسی، کمیته احزاب سیاسی، کمیته امور جوانان، کمیته امور زنان، کمیته علما، کمیته رهبران ولایتی، کمیته جامعه مدنی و فرهنگی، کمیته سکتور خصوصی، کمیته مهاجرین و کوچیان، 9 کمیته این هیئت هستند. در طرح صلح حکومت افغانستان آمده است که عملی سازی صلح کم از کم 5 سال زمان نیاز خواهد داشت، زیرا مبارزه با خشکسالی، بازگشت 4 میلیون مهاجر، زمینه سازی به بازگشت بیجا شدگان و کاهش فقر به زمان نیاز دارد. ما در جستجوی توافقنامه صلح هستیم که بر مبنای آن طالبان بخشی از جامعه مردم سالار و همه شمول گردند. با در نظر داشت نکات زیر ما پیشنهاد می نمودیم که تأمین حقوق شهروندان کشور به ویژه زنان بر اساس قانون اساسی، پذیرفتن قانون اساسی کشور با تعدیل آن بر اساس احکام قانون اساسی، پیشبرد فعالیت‌های خدمات ملکی و نیز نیروهای امنیتی و دفاعی بر بنیاد قانون باشد و نیز به هیچ یک از گروه‌های مسلحی که با شبکه‌های هراس‌افگن خارجی، سازمان‌های مخرب خارجی، نهادهای دولتی و یا غیر دولتی رابطه داشته باشند اجازه فعالیت دادن نمی‌شود. در همین حال رئیس اجرایی می‌گوید که شرکت کنندگان نشست ژنو بر این تاکید داشتند
تا دستاوردهای 1.5 دهه گذشته قربانی نشوند. پس از مشوره های فشرده با گروه های گوناگون در چند ماه گذشته به این نتیجه رسیده ایم که با تهدید مشترک روبروستیم. ما اصول ارزش های مشترک داریم و در گفتگوهای صلح به قانون اساسی و حفظ دستاوردها متحد هستیم. من از اهداف حکومت افغانستان در دهه گذار تا سال 2024 برای خودکفایی استقبال می کنم. نشست کنونی ژنو ما را تا سال 2024 رهبری می کند. تعهدات توسعه و اصلاحات نیاز است عملی شود. در طرح صلح رئیس جمهور آمده است که پس از گفتگوهای بین الافغانی کابل، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و سپس همپیمانان افغانستان گفتگو خواهد شد. در این حال محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهور میگوید که در گفتگوهای صلح با طالبان باید به برخی از ارزش‌های موجود در کشور همچون خطوط سرخ توجه شود. آقای اطمر در گفتگوی ویژه با تولو نیوز تاکید می‌ورزد که صلح تنها در چارچوب جمهوری اسلامی افغانستان پذیرفتنی است، اما اگر این روند به تأسیس امارات اسلامی بانجامد مردم افغانستان نمیتوان آن را بپذیرند. در این حال آقای اطمر از نامزادیش در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو نیز خبر می‌دهد. تمیم حمید گزارش می‌دهد. محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهور 3 ماه پس از استعفایش در گفتگوی ویژه با تولو نیوز و چگونگی این تصمیمش می‌پردازد. حکومت متاسفانه در انزوا رفته، رهبران ارشد سیاسی کشور ما احساس آرامش ندارند در مورد مخصوصا سیاست ها و پالیسی های دولت و یکی از نکات بود که من همیشه در موردش اعتراض داشتم. آقای اطمر آنچه را که اختلاف دیدگاه میان رهبران حکومت وحدت ملی و پرداختن آنان به مسائل فرعی گفته می شود از علت های بروز مشکلات در حکومت می داند. از مسائل اساسی به مسائل فرعی و حتی تعیینات دائم بپردازیم و این مشکل اول بود. مشکل دوم که حکومت وحدت ملی نتانست رهبری ارشد سیاسی کشور در مشوره و تصمیم گیری شامل بسازد. مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهور تاکید می‌ورزد که در گفتگوهای صلح با طالبان باید به برخی از ارزش‌های موجود در کشور توجه شود. با گوش باز مبتنی بر ارزش‌هایی که داریم و بر بنیاد منافع ملی خود از برگشت طالبان به نظام و از صلح دائمی پایدار و عادلانه استقبال میکنند. که خواسته همه مردم است. اما نه از برگشت رژیم طالبانی. پیش از اینم درباره پهلوهای گفتگوهای صلح و حفظ دستاوردهای نزدیک به 2 دهه اخیر در کشور در پرداختن به این روند نگرانی‌های وجود داشتند. حضور بانوان در بخش‌های گوناگون به ویژه در نهادهای امنیتی یکی از همین پیشرفت‌هاست که نهادهای امنیتی به حفظ و حتی گسترش آن باورمند هستند. بسیار تلاش شده که ما تانستیم این رقم جمع بکنیم و اینا در صفوف پلیس وظیفه اجرا بکنند. به هیچ عنوان ما نمیتونیم که با یک برنامه را که البته قبول شود یا قبولانده شود سر نیروهای امنیتی افغانستان کی جمع است بسپتیم. مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهور در این گفتگو با تولو نیوز از نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو نیز خبر می‌دهد و می‌گوید که در این باره با شماری از بزرگان سیاسی در حال گفتگو است. رئیس جمهور صلاحیت دارد مشوری گفتگوی ویژه با محمد حنیف اطمر با ساعت 8 امشب از تولو نیوز با ساعت 10:30 از تولو پخش می‌شود. با حال همکارم پرویز شمال را از ژنو با خود داریم. آقای شمال سلام بر شما. اگر از تازه ترین جزئیات نشست امروز ژنو بر ما بگوین. تشکر آقای زکی. اما قسمی که در خبرها آمد امروز رئیس جمهور برنامه خود برای پیشبرد گفتگوهای صلح اعلام کرد و بنیاد از این برنامه گفتند که این برنامه زمانگیر است و تا 5 سال دیگه میتونه که عملی شود و این چیزی است که میتونیم بگیم که در اختلاف با برنامه های کمک کنندای دولت افغانستان و ویژه ایالات متحده امریکا میتونه باشه، به خاطر که اونا بیشتر تلاش میکنند که این روند سرعت به این روند سرعت بخشیده شود. و در این حال با وجود از اینکه رئیس جمهور گفت که گفتگوها به شرط ادامه پیدا میکنه و آغاز میشه،
اما دکتر عبدالله در سخنرانیش در اینجا گفت که آغاز گفتگوها میتونه که بی‌شرط باشد، اما ادامه از این گفتگوها نمیتونه که بی‌شرط باشد. و از طرف دیگر با اعضای جامعه مدنی که اینجا من صحبت کردم که بیشتر نمایندای کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا با اونا که صحبت کردن و گونی اونا را تشویق کردن که یعنی از امو دیدگاه بسیار تندی که در برابر گفتگوهای صلح با طالبا دارن از اونا بگذرن و بیشتر مطرح ساختن که طالبای گذشته نیست، اونا تغییر کردن و به خاطر بعد از آوردن صلح باید یک چیز باید از دست بیتی که یک چیز بیشتر باید به دست بیاری، از یک طرف. و از طرف دیگر امروز در برابر دفتر سازمان ملل متحد در شهر ژنو شماری از شهروندان کشور که در اروپا زندگی میکنند اونا اینجا گرد آمده بودند و در برابر حکومت رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله شعار میدادند و بیشتر تاکید از اینا برازی بود که با آمدن حکومت وحدت ملی اختلافات قومی، نامنی ها، تلفات مردم بیشتر شده و بس صدایشان بیشتر متوجه سازمان ملل متحد بود که تا بالای حکومت فشار بیارن تا اصلاحات بهتر و خوبتر در برنامه ها و دیدگاه هایشان بیارن. آقای شمال جهان، سپاس از شما. همکارم بود پرویز شمال از ژنو. با اکنون ادامه خبرها. در جریان 4 ماه اخیر 160 کودک بیجا شده در ولایت‌های هرات و بادغیس به بهانه ازدواج فروخته شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل با اعلام این آمار میگوید که این کودکان از 1 ماه تا 16 سال عمر داشتند. در این حال شمار از خانواده‌هایی که کودکانشان را فروختند در گفتگوی با تولونیوز میگویند که به علت ناداری و تنگدستی ناگزیر به این کار شدند. نصیر احمد صالحی در این باره گزارش فرستاده است. نازدانه هنوز غرق شادی کودکانه و سخت وابسته به خانوادهش است، اما بیخبر از این که به علت فقر و بدهکاری پدرش به 1 لک افغانی به فروش رسیده است. این کودک هنوز 4 سال است و 1 سال پیش با خانوادهش به علت خشکسالی از بادغیس به هرات آمده است. یو نفر ته مې وویل چې دغه لور لرم په دغه 1 لک روپۍ کې تا ته درکوم، دغه اولادونه مې دغه شي هغه 1 لک روپۍ مې هلته وخوړلې. پس از نازدانه نوبت نرگس دختر 2.5 ساله این خانواده رسیده است. پدرش این کودک را نیز به فروش گذاشته و منتظر خریدار است. دولت خو سړی نه کړی چې خرڅ کې چې سختي رانه شي، نور اولادونه چې د مرګ سره مخې خونه د لور د ورکړنګ هغه خو ورکوم، هغه اوس بیا ورکند نور په وساتم. آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نشان می دهد که در 4 ماه اخیر 161 کودک 1 ماهه تا 16 ساله به علت فقر و قرضدار بودن خانواده های بیجا شده به بهانه ازدواج به فروش رسیدند. این بدگس and Herat where the droughts are worse. در بادغیس و هرات که بدترین خشکسالی ها را دارد، ازدواج های زود هنگام در بخش هایی از آنها چندین سال می شود که جریان دارد. اکنون 80% جمعیت این بخش ها ازدواج های زود هنگام را عملی می کنند، اما خشکسالی این وضع را بدتر ساخته است. فروش اطفال بیجا شده های داخلی چه تعداد هست؟ تحت کدام شرایطی خرید و فروش صورت گرفته؟ یک عمل جرمی است، خلاف قانون است. این موضوع است که اگر شما جایی قسمت معلومات های جدید دارین به ما و دسترس ما قرار بدین که تا میاری بیشتر تحقیق. این خانواده ها از سرنوشت آن کودکانشان با خبر نیستند و همچنان هنوز مشخص نیست که این کودکان زمانی که به دیگر مناطق انتقال داده می شوند با چه سرنوشتی روبرو می شوند. نصیر احمد صالحی، تولو نیوز، هرات. خانواده در ولایت هلمند ادعا دارد که در یک حمله هوایی شبانه نیروهای خارجی در ولسوالی گرمسیرین ولایت 30 تن از بستگانشان جان باختند. آنان میگویند که نیروهای خارجی ساعت 9 دیشب یک روستا را در ولسوالی گرمسیر بمباران کردند که در نتیجه آن 30 تن از اعضای یک خانواده جان باختند و تنها 1 تنشان که در این رویداد بدنش سوخته بود زنده مانده است. در این حال
پالی هلمند این عملیات مشترک نیروهای خارجی و داخلی را میپذیرد و میگوید که در این عملیات با طالبان و نیز با غیر نظامیان تلفات وارد شده است. لویس آرنواری خواهان بازداشت بیشتر از 7000 تن است که از چند سال پیش حکم بازداشت آنان از سوی این نهاد صادر شده است. سخنگوی لویس آرنواری میگوید که گشت و گذار آزادانه این افراد به معنای تبعیض میان شهروندان کشور و معافیت از پاسخگویی در برابر قانون است. در این حال وزیر امور داخله بعدم اسپارد که تمامی این افراد بازداشت خواهند شد، اما رئیس امنیت ملی میگوید که بسیاری از کسان افزون بر این که به پاسخگویی حاضر نمیشوند، سربازان را که جلب نامه ها را میبرند با سیلی میزنند. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان میشود. با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. هند میگوید که در نشست سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا در پاکستان شرکت نخواهد کرد. وزیر خارجه هند میگوید که برای شرکت هند در این نشست پاکستان باید به فعالیت های هراس افغانانه در هند پایان دهد. این در حال است که مقام های هندی و پاکستانی امروز کار پروژه یک دهلیز مرزی که دو بخش را در ایالت های پنجاب این کشورها به هم پیوند میدهد آغاز کردند. کار ساخت دهلیزی که یک مکان مقدس سیکها را در پاکستان با یک منطقه آنان در هند پیوند می‌دهد، امروز با حضور عمران خان نخست وزیر پاکستان و شمار دیگری از مقام‌های پاکستانی و هندی آغاز شد. قرار است که این دهلیز سال آینده گشایش یابد و زائران سیکها به یکی از مقدس‌ترین مکان‌های مذهبیشان بروند. عمران خان در این مراسم جنگ را میان پاکستان و هند منطقی نمی‌داند و می‌گوید احمقانه خواهد بود که اگر کسی فکر کند که میان دو کشور هسته‌ای جنگ خواهد شد، زیرا این جنگ برنده‌ای نخواهد داشت. پس اگر جنگ نمی شود، جز دوستی دیگر چه راهی وجود دارد؟ این پروژه در حال آغاز می شود که وزیر خارجه هند می گوید این کشور در نشست سار که قرار است امسال در پاکستان برگزار شود شرکت نخواهد کرد. همان گونه که گفتم، تا هنگامی که پاکستان به فعالیت‌های هراس افغانانه در هند پایان ندهد، هیچ گفتگویی نخواهد بود و ما در نشست سارک شرکت نخواهیم کرد. اگر هند در نشست سارک شرکت نکند، برای 30 سال پاکستان نخواهد توانست که آن را برگزار کند، زیرا برای برگزاری این نشست در یکی از کشورهای عضو سارک موافقت تمامی اعضای آن شرط است. هند میگوید که پروژه دهلیز کرتاپور نمیتواند عامل مهم برای بهبود روابط دو کشور باشد. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. یک گاو بزرگ در استرالیا به علت وزن بسیار و اندام بزرگ هیچ خریدار ندارد. این گاو 7 ساله نیکز نام دارد و بلندی آن نزدیک به 2 متر می رسد و وزنش 1400 کیلوگرم است. مردم می گویند که این گاو را از بهر آن نمی خرند که امکانات لازم را برای نگهداری و یا ذبح آن ندارند. مقام های ایالت کالیفرنیای ایالات متحده امریکا می گویند که در یک هفته اخیر بیش از 20 دلفین در سواحل این ایالت جان باختند. ناپل و جنوب کالیفرنیا از جاهایی هستند که بیشتر گواه مرگ دلفین ها بودند. هنوز علت مرگ این دلفین ها روشن نشده است. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. رئیس جمهور غنی در نشست ژنو از افزایش 70% درآمدهای ملی خبر میدهد. رئیس جمهور غنی میگوید که در کنار افزایش درآمدهای حکومت، افزایش صادرات کالاها و بهبود سرمایه گذاری ها در کشور نیز از دستاوردهای حکومت وحدت ملی هستند. آقای غنی میگوید که بهبود افغانستان در گزارش اخیر بانک جهانی نمایانگر بهبود وضعیت کاربار در کشور است، اما اتاق تجارت و صنایع میگوید که افزایش نامنی ها و چالش های فراهراه کار سرمایه گذاران در کشور از چالش هایند که
سبب کاهش سرمایه گذاری ها و بازرگانی در افغانستان شده است. زبی جهانمل گزارش می دهد. رئیس جمهور غنی در نشست ژنو می گوید که در دو سال گذشته پس از نشست بروکسل، حکومت با پیشرفت های در زمینه افزایش درآمد های ملی، ایجاد اصلاحات و بهبود کاروبار در کشور دست یافته است. وی می گوید که گزارش اخیر شاخص های کاروبار بانک جهانی نشان دهنده اقدامات بجای حکومت است. ما به گونه خستگی ناپذیر بر افزایش درآمدها و بهبود کارایی، اثرگذاری و شفافیت روند هزینه ها و بودجه سازی تمرکز کرده ایم. ما توانسته ایم که درآمدهای داخلی را میان سالهای 2014 تا 2017 70% افزایش دهیم. اما اتاق تجارت و صنایع میگوید که بخش از مشکلات اساسی بخش خصوصی در کشور هنوز هم پابرجا هستند. ډیر ستونزې اوس هم د سکتور خصوصي په مقابل کې پرتې دي. تجارت کم شوی دی، واقعا حجم د تجارت کم شوی دی، د سرمایه ګزارۍ حجم کم شوی دی، او همدارنګه د کاروبار او د خلکو د بیکارۍ سطح جګه شوې ده. بستر مناسبه را و او هنوز کارهایی که صورت نگرفته دولت توجه جدی داشته باشه، هم از یک طرف جامعه جهانی چون فوکس در برنامه های سکتور خصوصی هم هست. از سوی رئیس جمهور غنی در نشست ژنو، موقعیت افغانستان را در قلب آسیا فرصت استثنایی برای توسعه همکاری های اقتصادی منطقه ای می داند. موقعیت ما در قلب آسیا فرصت های استثنایی را برای همکاری های اقتصادی فراهم ساخته است و ما می توانیم از این فرصت ها به نفع تمام کشورهای منطقه کار گیریم. ما فرصت های ترانزیت برق و گاز را با خود داریم و در این بخش 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری می شود که 2 میلیارد دلار آن سهم بخش خصوصی است. از سوی هم رئیس جمهور با توجه به قرار داشتن 40% شهروندان کشور زیر خط فقر، میگوید در حال حاضر چالش های هم دامنگیری افغانستان هستند. با این هم نرخ شمار از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 76 افغانی و 15 پول، یک یورو 86 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 سومان ایرانی 6 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 551 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکرد. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزارم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. یاسین سال قادری آقای عضلات آماتور جهان پس از به دست آوردن عنوان قهرمانی لیگ گلوبال کلاسیک به کشور برگشت. قادری در این رقابت ها که در شهر ماکاو برگزار گردیده بود، از میان 320 ورزشکار توانست به عنوان قهرمان و مدال طلا دست پیدا کند. قادری این دستاوردش را به خانواده جنرال رازق، فرمانده پیشین پلیس کندهار که چند پیش کشته شد، اهدا کرد. تیم ملی فوتبال بانوان کشور در سومین دیدار اشتراقبت‌های جام مرکز آسیا با حساب 1-0 مغلوب قرقیزستان شد. ملی پوشان بانوان فوتبال کشور پیش از این مغلوب تیم‌های ازبکستان و ایران نیز شده بودند. قرار است تیم ملی فوتبال بانوان کشور فردا در چهارمین دیدارش به مساف تاجیکستان برود. هفته پنجم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با پیروزی به صعود تیم‌های رئال مادرید، یوونتوس، منچستر یونایتد، منچستر سیتی، بایر مونیخ و آژاکس و دوره 1/8 نهایی این لیگ همراه شد. رئال با پیروزی 2-0، یوونتوس با حساب 1-0، یونایتد نیز با همین نتیجه و بایرن با پیروزی 5-1 توانستند رقیبانشان را شکست دهند و به دوره 1/8 نهایی این رقابت‌ها صعود کردند. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان به جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 11 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.